به نام خدا. با تقدیم سلام، وقت شما هموطنان عزیز بخیر. به دنیای ورزش از آریانا نیوز با ما جمشید احمدی خوش آمدین. تا نیم ساعت در خدمت شما هستیم. مهمانان خیلی گرامی از کشور ترکیه روی خط اسکایپ با ما میباشن. حامد سلطانی نماینده فدراسیون کیک بوکسینگ در ترکیه و مسابقات کشورهای اسلامی همچنان جریان داره که ورزشکارای ما در رشته کشتی چند روز پیشتر هم در جریان مسابقات کشتی بودن. روی خط اسکایپ آقای سلطانی با ما هم کلام هستن. میخواییم در رابطه با برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی و فعالیت‌های خودشان در کشور ترکیه بیشتر بدانیم. آقای سلطانی سلام، وقت شما بخیر و دنیای ورزش از آریانا نیوز خوش آمدین. سلام عرض ادب خدمت خودت جناب احمدی صاحب از طریق کامریت بر تمام ملت رنجیده افغانستان یک سلام گرم از کشور ترکیه نماینده فدراسیون کیک بوکس محمد آمین سلطانی هستم و نماینده سازمان جهانی باکو کیک بوکسینگ در ترکیه و در ضمن در مسابقات اسلامی که در ترکیه برگزار شده باعث داور حکم مسابقات کیک بوکس اجرای وظیفه می‌کنم. بسیار خوب. مسابقات کشورهای اسلامی تیم افغانستان فکر میکنم تنها تیم کشتیش است و شما هم در جمعی عظیم ورزشی هستین. می‌خوایم دیدگاهتون داشته باشیم. افغان‌ها و مسئولین ورزش که اونجا تشریف دارن یا حضور دارن. قربانتون شما، لحظه قبل با جناب مهون صاحب کمیته ملی المپیک حاجی صاحب دادنامه دختری و سایر کسایی که در بخش ورزش مسئولیت دارن دیدیم و مسابقات بچه های ما در رشته کشتی دوتا بازی داشتیم که آقای نور احمد احمدی با عارف ازبک خود به مسابقه رفت، مسابقه را گذار کرد به خاطر کشانه نور احمد احمدی آسیب دیده بود و چند لحظه قبل وزن 61 کیلو مسابقه داشتیم در مقابل آذربایجان که هم بازی را واگذار کردیم. دیگه تا جایی که نمیشه توقع بریم از بچه های ملی چون نمیشه مقایسه کنیم با بچه های بیرون مرزی یا با بچه هایی که در دیگر کشورها با تامینات خود میپردازند. دیگه همی که اعلام حضور کردن برای ما و بر تمام افغان ها قابل ستایش و قابل قدر. بسیار خوب. چی مدت زمانی است که شما در کشور ترکیه به سر میبرین و فعالیت های ورزشی تان از چی قرار است؟ احمدی صاحب بزرگوار، من 6 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنم، نماینده ورزش های رزمی هستم و در این زمان چندین بار تیم دادیم بر مسابقات کیک بوکس، مویتای یا در ورزش های آزاد خودم داوری کردیم. دیگه ما از طریق افغانستان هیچ کدام سپورت نشدیم و هیچ کس تا اکنون که کس آگاهی نداشت که کسی اینجا برای تیم مهاجرین فعالیت میکنه یا برای تیم مهاجرین زحمت میکشه. خوب است که شما اشاره کردین از مشکلات. مسئولین ورزش افغانستان هم همچنان در مسابقات کشورهای اسلامی اونجا حضور دارن، میشه چالش ها و مشکلات ها رو از نزدیک دیده باشن و توجه جدی داشته باشن در آینده ها؟ بله صاحب، لحظه قبل ما خودم ششتم و قرار است که امشب تاریخ 11 ما را ببینن و رابطه با این مشکلات ها ما با اینا صحبت کنم و بتانیم همین مشکلات های اداری و مشکلات هایی که از طریق مکتوب حل بشه بتانیم حلش کنیم و بتانیم یک تیم مهاجرین بر کشور ترکیه انتخاب کنیم در هر رشته باشه، چی پهلوانی چی کیک بوکس یا مویتای یا ورزش های گروهی، بتانیم یک کاروان خوب از بچه های مهاجرین بسازیم. بسیار خوب. کدام رشته ها بیشتر در ترکیه بچه های مهاجرین مصروف فعالیت های ورزشی هستن و کدام رشته خوب بارز بوده رشد کرده؟ رشته های ورزش های رزمی خوب است، خصوص کیک بوکس در اواخر قهرمان های زیاد داشتیم که خوب درخشیدن. در رشته های فوتبال هم ترینر های خوب داریم. در رشته های
بوکسینگ هم ترینر خوب داریم و مسابقات که میرن ما به خاطر همو ذرایی که ما یعنی معرفی نشدیم به خاطر برای یک مکتوب مال مکتوب ندارن ما معرفی شویم رسما بتونیم انتخابات خود بگیریم به خاطر همو مشکلات های خود داریم و بر تیمای برادرای ترک و سایر مهاجرین کست تیم میتیم نتیجه خوب بگیرن جناب احمدی صاحب. آها بسیار خوب. آگاهی داریم که تیم مهاجرین بانوان از ایران هم عازم ترکیه شدن در یک رقابت ورزشی. آیا آگاهی دارین؟ بله آس بله ما پرشاندی رو عادید کردیم دیگه قرار است انشاءالله که فردا برن بر مچ خود بر مسابقات از آمادگی خوب است نام خدا دیدیمشان رویایشان رویای بسیار بالا دارن از توانای خوب برخوردار است و افتخار میکنیم که شما هم نقش داوری را در این مسابقات کشورهای اسلامی دارین چطور انتخاب شدین و تا حالا نقش داشتین در قسمت داوری؟ بله جناب احمدی صاحب بزرگوار من قبل از این مسابقاتم در مسابقات افغانه بود که در شامل خود کشور دوست آذربایجان بود نیپال بود ترکمنستان بود و خود ترکیه بود از شاگردای خودم هم از بود برای یعنی در تیم مهاجرین نبودیم خب بله لیسانس ترکی که داخل مسابقات شده بودن بله تجربه داوری بین مرزی رو زیاد دارم بسیار خوب این بارم از طریق چند بار در واکو سیمینار داوری برگزار شد و از طریق واکو معلم های سیمینار های خوب برگزار شد دیگه من توانستم که جلب توجه شدم و مرا برای داوری اعزام کنم افتخار کردیم همین لحظه آقای سلطانی آیا بجز شما کدام افغان دیگه هم هست که نقش داشته باشه در اکمیت داوری و یا کدام نقش های دیگه که در این مسابقات حضور داشته باشه؟ خیر در مسابقات کیک بوکس در جز ما یک اثر بر داوری اعزام نکردن و در هیچ رشته دیگه هم حکم از افغانستان نداره بسیار خوب امکانات ورزشی در ترکیه برای مهاجرین افغان تا چی اندازه از دید شما بهتر است؟ امکانات ورزشی بسیار خوب از فراهم است بسیار خوب از چرنا چیزی که قبلا هم اشاره کردم در اسراس مونس امی که ما از طریق کشور خود افغانستان رسما معرفی باشیم و بتانیم انتخابات خود بگیریم و تیمای خود خوب درخشش بتیم در هر رشته که باشه حالا ما که دیگه قرمانای خوب ما از رشته پلوانی هم اینجا هستن برادرهای ما هستن که آمدن پاننده هستن مهاجر میکنن و از رشته های دیگه هم اینا کلشون به سرپرست و متماندن اگر ما بتانیم از طریق کشور عزیز خود افغانستان بر ما رو معرفی کنن ما میتونیم خوبتر و بهتر انشاءالله که چی کنیم مسابقه را بگیریم و بتانیم خوب یک کاروان بزرگ از دوستا و از افغان ها درست کنیم طرح و پیشنهاد شما برای مسئولین یا جامعه ورزشی افغانستان چی است که شما بار بار تلاش کردین پاسخگو نبودن و گفتین خوشبختانه مسئولین بخصوص رئیس اجرایی کمیته ملی المپیک افغانستان الحاج داد محمد پاینده اختری نیز اونجا حضور دارن و تماشای رشته کشتی هم تا لحظات پیش داشتن بله صاحب چند لحظه پیش من با اونا این قضیه را در میان موندم و گفت که امشب رابطه به همی مشکلات که ما دامنگیر ما در کشور دوست ترکیه به همی امشالله غمخوریشی میکنیم و این مشکلات از هم یعنی رفع مشکلات میکنیم امشالله که بتانیم برتان چیزی که ما میخواییم در دست ما قرار پیشنهاد اصلی اساسی شما چی بود؟ به خاطر رشد و پیشرفت ورزش مهاجرین در ترکیه فقط پیشنهاد ما امیست ما میفهمیم که کشور ما فعلا از اقتصاد خوب برخوردار نیست و یک کشور نیست که بتونه ما را در یک کشور اسپانسر کنه کمک کنه تنها کمک که میتونن از درای امی نامه هاست و امی معرفی خط هاست انشالله که باقی کارا را خود ما میکنیم چون ما خیلی تب تلاش کردم و خیلی چی بودم که بتانیم یک تیم مهاجرین انتخاب کنیم بارها که من با بزرگ مردا اون زمان جناب مبارز سایی بود در فدراسیون ورزشی رزمی باز که جمهوریت رفت
امارات اسلامی شد دیگه. فعلا کار استاد واسه قیمی در تماس شدم. استاد واسه قیمم قرار بود که سه روز پیش بر ما یک کار کنه، دیگه دوباره جواب ما را ندادن. فقط تقاضای ما میست که ما بتانیم امید کاروان که داریم، امید تیمی که داریم، بتانیم حرکت بکنیم. بسیار خوب. اگر این دوستا ما را یاری کنن، همکاری کنن، جناب احمدی صاحب، شما و تمام افغان ها، تمام افغانستان شاید باشن که ما در ترکیه یک رویداد ورزشی خوب رقم میزنم و جوان ها را اجازه دیره میتیم که ارزندام کنیم. بسیار خوب. از کشور ترکیه آیا مهاجرین ما نمایندگی میتونن از افغانستان که به سایر کشورهای دیگه شما بتونین نظام بکنین، رقابت بکنن به نفع افغانستان، به خاطر پرچم افغانستان؟ بله صاحب، فقط کشورهای آسیایی رفته میتونن، اروپایی خیر نمیتونن برن، و کشورهای آسیایی میتونن، اونایی که اقامه دارن در ترکیه میتونن یک کشورها برن. ما دوستای زیاد، ورزشکارای زیاد داریم که اقامت دارن در ترکیه. اگر مساعد شد مثلا ما بتانیم مثل کشورهای آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان، ایران، حتی تایلند و هندستانی کشورها میتونن بسیار براحتی سفر کنن و با مسابقات خود بپردازن. بسیار خوب. روابط ورزشیتان با کدام کشورها خیلی خوب است؟ حسن است میتونن و پذیرفتن میپذیرن بعضی وقتا که شما بخواین ورزشکارها ایزام شوه، یا به کمپای تمرینی یا به رقابت ها؟ من خودم شخصا با کشور دوست آذربایجان بسیار یک رابط خوب دارم و همیشه در ارتباط هستم، چون نماینده سازمانشان هستم در ترکیه، یک رابط خوب دارم. دیگه ورزشکار یک چیز است که همیشه هر جوی بری مردم با بغل باز از تو استقبال میکنن. هر کشوری که ما امکانات داشته باشیم بریم، یعنی مدیدیت نیست. بسیار خوب. از ورزشکارایی که گفتین اقامت دارن میتونن به راحتی در رقابت‌ها شرکت بکنن، ورزشکارایی که اقامت ندارن به اونا چی کار کرده میتونن که اونا هم باید زندگی خوبی داشته باشن؟ احمدی صاحب، قسم است که کسایی که اینجا امید ما کیملیک میگه بشن اسلامی که کشور خود ترکیه دارن، اینا میتونن در مسابقات بیرون مرزی شرکت کنن، به طوره که دیگه کشورها داخل ترکیه میان، باز ما میتونیم اینا را با اونا به مسابقه برنامه ریزی کنیم، مسابقه هایش را نصد کنیم، مسابقه کنن. میتونم دیگه هر کشور، هر کشوری که آمدن میتونیم برشان مسابقه جور کنیم، مسابقه کنیم. سپاسگزار هستم از حضورتان در دنیای ورزش. حامد سلطانی، نماینده فدراسیون کیک بوکسینگ در ترکیه، با امید پیروزیتان هستیم. امیدوار هستم که الهاج داد محمد پاینده، نماینده ورزش افغانستان، همچنان اونجا از چالش ها و مشکلاتتان آگاه شود و کار بر شما انجام داده بتانه. قربان شوم. میخوایم یک چیزی که 6 سال در قلبم بود، تنها کسی کوره به انعکاس در آورد و کشید و در این تصویر خودتان هستین. یعنی شما بزرگترین مشکل ما را حل کردین و تانستین همی گپی که در این 6 سال در مانده بود و کسی نبود گوش شنوا که بشنود، تو تانستی از طریق برنامه زیبایت، برنامه خوبت، به گوش مسئولین برسانی و انشاءالله که این برنامه ما واقع شود که ما بتانیم قربان خدا بخیر انشاءالله بخیر استارت کنیم. بخیر، موفق باشین. سپاسگزار هستم از شما عزیزا که بیننده دنیای ورزش بودین. صحبت های حامد سلطانی را هم شنیدین. وقفه، دوباره برمیگردیم. شیرجان احمدی، معاون فنی فدراسیون کشتی که فعلا هم در مسابقات کشورهای اسلامی ترکیه حضور دارن، ببینیم رقابت ها چگونه به پایان رسید، چرا دو کشتیگیر ما مسابقات واگذار کردن. دوباره برمیگردیم. سلام مجدد، دوباره خوش اومدین دنیای ورزش. ما در خدمت شما هستیم، ما را همراه باشین. مسابقات کشورهای اسلامی، روی خط اسکایپ باز هم شیرجان احمدی، ترنر تیم ملی پهلوانی را داریم با خود. میخواییم در رابطه به مسابقات پهلوانای ما کجا حضور داشتن، چند نفر مسابقه را واگذار کردن و چند نفر مسابقه را تانستن برنده شوند یا خیر. جناب شیرجان احمدی سلام، وقت شما بخیر، خوش اومدین به دنیای ورزش از آریانا نیوز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون
آریانا نیوز تقدیم میکنم. سلامت باشین. ما افتخار میکنیم که امروز استاد ما و ما شاگردشان در مقابلشان مصاحبه داریم. بخیر باشی، زنده باشی. امشال آرزو داریم که یک روز خودت هم دمت مسابقات کشورهای اسلامی یا بازی‌های آسیایی شرکت بکنی. سلامت باشین. سپاسگزار هستم. مربی خوب داشتیم، ما هم افتخار میکنیم. از مسابقات کشورهای اسلامی بگین. چهار ورزشکار ما کجا حضور داشتن. نور احمد احمدی هم امروز مسابقه داشت و به جز نور احمد احمدی ورزشکار دیگه ما کی بودن؟ مسابقات چگونه به پایان رسید؟ ما در این مسابقات کشورهای اسلامی در شهر ترکیه، در شهر قونیش که مسابقات برگزار شد، با دو کشتیگیر آزاد که در وزن 97 کیلو نور احمد احمدی و در وزن 61 کیلو سید محمد ناصری در این مسابقات شرکت کردیم و دو کشتیگیر دیگه ما در رشته فرنگی گیرو گیرومن که در وزن 82 کیلوگرم توفیق و در وزن 72 کیلوگرم گلخان در این مسابقات شرکت کردیم و ترینر که در رأس گیرومن آمد پهلوان سلیم اکبری است. و ما مسابقاتی که در وزن 97 کیلو داشتیم، نور احمد احمدی با قهرمان المپیک، قهرمان آسیا و نفر دوم المپیک اندونزیا مسابقه خود انجام داد و در این مسابقه کشتی را 3-0 به نفع کشتیگیر ازبکستان ابراهیم مکمدوف واگذار کرد که واسه کشتیگیر دیگه ما که جوان و نو تازه کار است که در این مسابقات شرکت کردند، امروز در وزن 61 کیلوگرم سید محمد ناصری در مقابل کشتیگیری از کشور آذربایجان که قهرمان آسیا بود کشتی خود را واگذار کرد و ما توقع ما همی بود که بچه هایی که نو در این مسابقات شرکت کردند و نور احمد احمدی که با قهرمان المپیک، قهرمان آسیا و نفر دو المپیک کشور اندونزیا بود 3-0 یک توقع برای ما پیدا شد که ما میتونیم در این رویدادهای که خصوصا با قهرمان های جهان پهلوان های ما دست پنجه نرم میکنه یک امیدواری خوبتر برای کشور ما و پهلوانی ما پیدا شد. بسیار خوب. سطح برگزاری این مسابقات چگونه هست شیرجان احمدی؟ بله، گفتم سطح برگزاری مسابقات چگونه است؟ سطح مسابقات خیلی به سطح بالاست و مسابقات هم در کشتی آزاد سطح کشتی آنقدر بالاست که دین روز کشور ایران از پیش کشور آذربایجان در وزن 57 کیلو، 61 کیلو و 65 کیلو مدال طلا را گرفتن نتانست و در دو وزن خود مدال گرفت و سطح کشتی خوبترین کشتیگیرها که این قهرمان المپیک هم از کشور آذربایجان و ازبکستان از در این مسابقات شرکت کردن. مسابقات از سطح بالای برخوردار است. شرکت کردن ورزشکارای ما چقدر برای شما قناعت بخش است؟ چقدر تاثیرات مثبت خواهد داشت؟ از کشور ما کشتیگیرهای که آمدن در اینجا خوب است که از این مسابقات یک تجربه خوب به دست میارن و در آینده ها بتونن که ببینن که همچه کشتیگیرهای در اینجا شرکت میکنن که به سطح بالا و زحمات بالاتر و خوبتری را بکشن و این خو یک تجربه برشان بود که باز بدبختانه که روز اول هم با کشتیگیرهای قهرمان و جهان و قهرمانهای المپیک خوردن. اینال اینجا در مسئله قرعه هم چانس است، مثلا کشور پاکستان، کشور اندونزیا، کشور نایجیریا، همین کشورهای ضعیف هم کست برای بچه های ما یک چانس بود که میتونست از این مسابقه از این کشورها پیشتر شویم و برنده مسابقه شویم و مسئله قرعه کشتیگیرهای ما با قهرمانهای جهان و المپیک خوردن و این یک تجربه خوب برشان است که بتونن ببینن که از با این قهرمان ها کشتی میگیرن و ترس و بیمه که داشتن از دلشان بپره و در آینده ها بتونن که در این مسابقات دلاور و با زحمت خوب در این مسابقات بیاین و یک نتیجه خوب به دست بیارن. قرعه اگر شما اشاره کردین، اگر در آغاز با کشورهای اندونزی و پاکستان میخورد شاید ورزشکارهای ما میدرخشیدن؟ 100%. و تو بچه های ما نام خدا خیلی آماده، خیلی خوب در این مسابقات آمدن و پیشتر هم گفتم که قرعه یک چانس بود. کشورهایی که باید ما زود بالاتر بودیم در او قرعه ما برابر نشد و با قهرمان های خوب کشورهای دنیا مقابله کرد. بسیار خوب. شما به عنوان یکی از قهرمان های گذشته و همچنان ترینر تیم ملی تجاربی که شما داشتین، آیا مدت زمانی که ورزشکارهای ما آمادگی برای مسابقات داشتن قابل قبول شما بود؟
هر چیز در مسابقات خارجی نظر به امکانات یک کشور است، نظر به توان یک کشور است و ما هم نظر به توان کشور ما که امکانات را به دست ما داده بودند به مو سطح در این مسابقات وارد از این مسابقه شدیم و باز هم از خداوند راضی هستیم که برای بچه های ما یک تجربه خوب در این مسابقات شود و هر چیز جمعش جا نظر به امکانات یک کشور است. از دید شما باید چی گونه امکانات بر شما فراهم میکرد جامعه ورزشی افغانستان بخصوص فدراسیون کشتی تا اینکه میتونست شما نتایج خوبی را کسب میکردین؟ چون توقع زیاد از نور احمد احمدی است در افغانستان که ما کشتیگیر خوبی داریم که او هم تحت نظر شما تمرینات خودان را پیش بردن و یک ورزشکار خیلی خوب نامدار در رشته کشتی بودن و هستن. نور احمد احمدی در این مسابقات آماده مسابقات بود و در بین تمرین یک کم دستش ضربه دید، بازم در سر در اینجا که ما همی دستش پلستر کردیم و دوا زدیم بازم خوبتر درخشید و با یک قهرمانی که در مسابقات المپیک به سطح دنیا قهرمان آسیا نایب قهرمان المپیک کشور اندونزیا بود یعنی 3-0 مسابقه کردن به نظر ما خیلی خوب بود و این توقع نداشتیم که گفتیم با این کشتیگیر شاید نمره زیافتر ببازه، ولی خوشبختانه نظر به توان خودش با کشتیگیر ازبکستان ابراهیم مکمدوف خوب کشتی گرفت. کشتی های بدی هم دارن ورزشکارای ما در رشته آزاد؟ کشتی های بعدی ما نه، اینا رو در کشتی مثلا نفر اول در فینال را پیدا کنه باز نفر یک چانس برای نفر سوم پیدا میشه. دیگه فعلا دو کشتیگیر از آزاد کشتی کرده بودن معطل نتیجه شان هستیم که ریفایشان در فاینال اگر را پیدا بکنه باز یک چانس برای مدال برنز پیدا میشه. یعنی میرسن در درجه سوم. ایره ببینیم دیگه باش که اگر حریفایشان پیش بره شاید باز کشتی میگیرن. باید کشتی بگیره با هر کشوری که مثلا هر کسی که در نفر اول ببازه از هر کشوری بود مثلا دو قهرمان هم در گروه میخوره. دیگه بازو نظر به هم مسابقه شان است، اگر برنده شود در مدال برنز میرسن، اگر نشود نمیرسن. از توفیق و گلخان هم میشه اشاره بکنید که اونا مسابقه بعدی دارن؟ توفیق گلخان سبا بخیر وزن کشیشان است که تاریخ برای صبح دیگه هنوز تا بالا وزن نشده، سبا بخیر دمی ساعت 11 بجه مسابقه از با فردا بخیر شروع میشه. بسیار خوب. توفیق ورزشکار 82 کیلوی ما و همچنان گلخان از کدام رویه برخوردار هستند؟ چی فکر میکنین؟ دید شما چی است؟ خوب برخوردار هستند، مسابقات آزاد دیدن، رویشان خیلی خوب است و انشالله با توکل پروردگار دیگه ببینیم که چی میشه، باید یک نتیجه خوبتر بگیریم. فعلا امکاناتتون از چی قرار است؟ هیئت رهبری که در کنار شما است، خوشبختان الهاج داد محمد پاینده اختری همچنان با شما در تیم کاروان ورزشیتان است، حضور دارن؟ بله و در این درس هیئت رهبری انجینیر صاحب نظر محمد مطمئن، رئیس تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک حافظ احمد جان، معاون فنی ریاست تربیت بدنی و حاجی صاحب داد محمد پاینده رئیس اجرایه و مولوی صاحب عبدالوجود عقانی رئیس مالی و اداری ریاست تربیت بدنی که همراه ما از کابل آمدن به حیث هیئت در این مسابقات تیم رهبری میکنن و از تمام امکاناتی که به دست داشتن براستی در سر تمام امریشته های که از افغانستان آمده بودن از هیچ امکانات خود دریغ نکردن و مصارف کردن. تقریبا از 19 اگست تا تاریخ 5 اگست تمام تیم ها در ریاست در کمیته ملی المپیک قرنطینه بود و با یک امکاناتی که در دست داشتن سر ورزشگاه مصرف کردن و اینجا ما از سپاسگزار هستم از حضورتان، به امید پیروزی کشتیگرای ما و شما و تیم شما هستیم، ان شاءالله که بخیر برگردین. شیرجان احمدی بخیر شما زنده باشین. سپاس از شما ایزا که بیننده دنیای ورزش بودین. شیرجان احمدی ترینر تیم ملی پهلوانی که همین لحظه همچنان از مسابقات کشورهای اسلامی ترکیه روی خط اسکای با ما بودن که نتایج هم گفتن اگر چانس یاری بکنه ورزشکارا کسایی که در مقابل پهلوانای ما قرار گرفته بودن به مقام قهرمانی برسن، احتمال میره که مقامای سوم یا مدالهای برنز ورزشکارای کشتی ما از آن خود بسازن. خدا نگهدار، وقت بخیر.